اعتراض‌های دانشجویی در تهران، کرمانشاه و قزوین، درگیری مردم با مأموران سرکوبگر در خیابان فردوسی تهران، اعتراض‌های اجتماعی در خرم‌آباد، اهواز، سرپل‌ذهاب و بندرعباس، فشارهای دشخیمان بر زندانیان سیاسی و بستگان مجاهدان اشرفی. دانشجویان دانشگاه هنر تهران روز 19 اردیبهشت ماه جاری در اعتراض به افزایش شهریه‌ها و همچنین نداشتن استاد در چهارراه ولیعصر تجمع و با مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی درگیر شدند. جمعی از دانشجویان دختر دانشکده فنی شریعتی در تهران روز شنبه 20 اردیبهشت در اعتراض به تغییر عنوان دانشکده به علمی کاربردی و تقلیل ارزش مدرک این دانشگاه تجمع کردند. جمعی از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در اعتراض به گردانندگان دانشگاه و نامناسب بودن وضعیت خدماتی تجمع کرده و سینی‌های غذای خود را روی زمین چیدند. بعد از ظهر روز دوشنبه 22 اردیبهشت جمعی از مردم تهران در اعتراض به گران شدن مجدد نرخ دلار در خیابان فردوسی تجمع کردند. مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی به تجمع کنندگان حمله کرده و به سمت آنها گاز اشک‌آور شلیک کردند. صبح روز سه‌شنبه 23 اردیبهشت در خرم‌آباد کلیه تاکسیداران خط میدان امام حسین به دانشگاه آزاد در اعتراض به گران شدن نرخ بنزین تمامی بنرهای این مسیر را پاره کردند. عده‌ای از اهالی محروم روستاهای اطراف سرپل‌ذهاب روز دوشنبه 22 اردیبهشت در اعتراض به بی‌آبی برای چندمین بار در مقابل فرمانداری رژیم آخوندی تجمع کردند. مأموران جنایتکار اطلاعات آخوندی از درمان و معالجه زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند از بستگان مجاهدان اشرفی ممانعت به عمل می‌آورند. این زندانی سیاسی در یورش وحشیانه مزدوران رژیم به بند 350 اوین از ناحیه سر دچار شکستگی و ضرب‌دیدگی‌های متعدد شده است. زندانی سیاسی مطهره بهرامی از بستگان مجاهدان اشرفی که به همراه همسر و پسرش محسن و احمد دانشپور در زندان اوین محبوس می‌باشد، از بیماری‌های متعدد به خصوص کمردرد و پادرد رنج می‌برد. اما دشخیمان رژیم آخوندی مانع درمان وی می شوند. دشخیمان رژیم آخوندی از ملاقات زندانیان سیاسی رضا اکبری منفرد و خواهرش مریم از بستگان مجاهدان اشرفی که در بندهای 350 و بند زنان زندان اوین محبوس می باشند ممانعت به عمل می آورند. زندانی سیاسی حسن جوانی که در زندان بندرعباس تبعید می باشد، روز دوشنبه 22 اردیبهشت در اعتراض به انتقالش از بند 1 به بند 2 زندان مرکزی بندرعباس دست به اعتصاب قضا زد. این زندانی سیاسی در دهه 60 به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران 10 سال در زندان بود و در اثر ضربات کابل بر پاهایش دچار نقص عضو و لنگی پا می باشد. این زندانی 26 آذر 91 دستگیر و 28 بهمن 91 از بند 350 زندان اوین به زندان بندرعباس تبعید شده است.